دهمین روز بهمن ماه برابر با 30 ژانویه، جشن سده، آیین هزاران ساله ایرانیان که به مناسبت 50 روز مانده به نوروز گرداگرد آتش برگزار می شود و یکی از جشنهای بزرگ ایرانیان به شمار می آید، جشن سده نام دارد. سال 30 خورشیدی برابر با 652 میلادی، شکست ایرانیان از مسلمانان و انقراض سلسله ساسانیان. سال 986 خورشیدی برابر با 1608 میلادی، زادروز جان میلتون، شاعر و نویسنده انگلیسی که با خلق اثری با نام بهشت گم شده به یکی از بزرگترین حماسه سرایان منظوم جهان مبدل شد و از لحاظ استحکام کلام در ادبیات انگلیس پس از شکسپیر در ردیف اول قرار گرفت. سال 1219 خورشیدی برابر با 1841 میلادی، زادروز آلفرد تانسند، روزنامه نگار آمریکایی که جنگ‌های داخلی این کشور را به صورت کامل پوشش می‌داد. سال 1224 خورشیدی برابر با 1846 میلادی، زادروز فرانسیس بردلی، فیلسوف انگلیسی که از جمله فلاسفه ایدئالیست و مورالیست به شمار می‌آید و شهرتش عمدتاً به خاطر اندرس‌ها و نکات کوتاهی است که مطرح می‌نمود. سال 1027 خورشیدی برابر با 1649 میلادی، چارلز یکم پادشاه انگلستان پس از شکست در جنگ داخلی از نیروهای هوادار پارلمان به فرماندهی الیور کرامول در ملأ عام با تبر گردن زده شد. سال 1234 خورشیدی برابر با 1856 میلادی، در گذشت هاینریش هاینه، ادیب و شاعر آلمانی که بیسمارک صدر اعظم آلمان با همه دشمنی که با طرز تفکرش داشت او را بزرگترین شاعر غزل سرای آلمان لقب داد. سال 1259 خورشیدی برابر با 1881 میلادی، زادروز مصطفی کمال آتاتورک، بنیانگذار جمهوری لایک ترکیه. سال 1260 خورشیدی برابر با 1882 میلادی، زادروز فرانکلین روزولت، 32 رئیس جمهور آمریکا. سال 1299 خورشیدی برابر با 1921 میلادی، در جریان بحران کابینه در ایران، جنرال ادموند آیرونساید، فرمانده نیروهای انگلیسی در این کشور، با جنرال رضاخان پهلوی، فرمانده تیپ قزاق مستقر در قزوین ملاقات کرد. سال 1307 خورشیدی برابر با 1929 میلادی، رضا شاه برای تقویت بنیه نظامی ارتش 6 میلیون تومان اسلحه از کشورهای دیگر خریداری کرد. سال 1311 خورشیدی برابر با 1933 میلادی، آغاز دوران صدر اعظمی آدولف هیتلر، دیکتاتور نجات پرست آلمانی. سال 1326 خورشیدی برابر با 1948 میلادی، ترور مهاتما گاندی، رهبر آزادی خواه هندوستان.